به نام خداوند بزرگ و سلام بینده عزیز بسان باش بسان الله خوش آمدید. امید که همیتان جور و صحت مند باشه. بینده عزیز امروز خواستم طرز تهیه یک بریانی بسیار مزه داره همراه شما شریک بسازم و خدا کنه که از بریانی مرغ خوشتان بیایه و مرا تا آخر ویدیو همراهی کنید. وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نسار. دوستو عزیزی، تمام مواد لازمه است که برای بریانی ضرورت داره، که البته در جریان پخته کردن تمام مواد لازمه را برتان معرفی میکنم. حالا بخیر شروع میکنیم به پختن این بریانی مرغ. یک گیلاس روغن داریم که تقریبا 180 میلی است. آلی را لوا میکنیم، کمیشه بر روی برنج میمانیم. 4 عدد پیاز متوسط داشتیم، این را توته کردیم و آلی را بالای روغن لوا میکنیم. این پیاز در روغن خوب بریان میکنیم تا رنگ طلایی رو بگیره. میبینیم که پیاز خوب طلایی شده و حالا یک بر سه سیزی پیاز میگیریم بر سر برنج و کم از ایره بر گوشت میمانیم. حالا سیر که داشتیم کوبیدیم بالای روغن و پیاز علاوه میکنم. از زنجفیل هم رنده کردیم و مرچم توته کردیم، ایران بالای روغن و پیاز علاوه میکنم. یک تا یک نیم دقیقه ایره در روغن و پیاز خوب بریان میکنم. یک تام و عطر بسیار عالی پیدا میکنم. حالا میبینیم که خوبش بریان شد. یک کیلو گوشت ران مرغ داریم که البته بدون استخوان است. عالی را علاوه میکنم و حالا گوشتم خوب شور میدهیم که بریان شود. انتخاب گوشت مرغ به دست خودتان است که کدام قسمت مرغ انتخاب میکنید. اما امروزی ران مرغ که بدون استخوان است در دسترس داشتم، امیر استفاده کردم. حالا میبینیم گوشت بریان شده. یک قاشق زخوری نمک و یک قاشق چایخوری مرچ سیاه علاوه میکنم. یک قاشق چایخوری دارچین و یک قاشق غذاخوری تخم گشنیز علاوه میکنم. یک قاشق چایخوری مرچ سرخ و یک قاشق غذاخوری زردچوبه، یک قاشق غذاخوری زیره برنج. تمام مرچ مساله را خوب همراه گوشت بریان میکنیم. اگر شما زیادتر مرچ مساله خوش دارین میتونید زیادتر علاوه کنید یا با میل خود کدام مرچ مساله دیگر علاوه کنید. 150 تا 200 گرم بانجان رومی علاوه میکنم که دو عدد بانجان متوسط کفایت میکنه. متاسفانه که من بانجان کلان در استرس قرار نداشتم، از این خاطر بانجان خورده علاوه کردم. نصف گیلاس چایخوری ماس علاوه میکنیم. فرق نمیکنه که ماس چرب است یا کم چرب است. ماس هم خوب هم رایدی گوشت مخلوط میکنیم و آل گوشت برای 15 دقیقه میمانیم که پخته شوه. حرارت کم باشه که گوشت نسوزه. آل بخیر برنج آماده میکنیم. 3 لیتر آب از جوش شده، یک قاشق زخری نمک علاوه میکنم. ایل چای، زیره، دارچین، ایل میخک و برگ درخت لیمو در او برنج علاوه میکنیم. امرای برنج جوش میتیم. 3 گلاس چایخوری برنج داریم که البته برنج نادیسته که ایره 3 ساعت قبل ششته بودم و در آب مانده بودم. آل برنج علاوه میکنیم. آب برنج هر وقت زیاد باشه، حرارتش باید بلند باشه که برنج خوب بجوشه. میبینیم که اگر برنج نرم شده برنج صاف میکنیم. آل برنج نرم شده و برنج صاف میکنم. گوشت مرغ هم آماده شده. گشنیز هم میده کردیم، در روی گوشت علاوه میکنم. پیاز بریان شده را یک ذره بالای گوشت علاوه میکنم. برنج صاف کردیم و برنج بالای گوشت علاوه میکنم.
نصف قاشق چای خوری رنگ شیرین علاوه میکنم. بازم پیاز بریان شده رو بالای برنج علاوه میکنیم و کم پیاز نگاه میکنیم که وقت برنج پخته شد باز بالایش علاوه میکنیم. کم گشنیز علاوه میکنم. حالا برنج برای 15 دقیقه دم میدیم که 5 دقیقه اول حرارت بلند باشه و 10 دقیقه آخر حرارت کاملا کم باشه که برنج و گوشت ما نسوزه. اما کم روغن که برای برنج نگاه کرده بودیم روغن داغ میکنیم و پیاز که باقی مانده بود ایره در روغن علاوه میکنم. بعد از اینکه برنج دم شد ایره بالای برنج علاوه میکنیم که برنج ما بسیار جلادار و بسیار خوبش میشه. ببینید عزیز این بریانی مرغ آماده شد، بسیار عالی و بسیار خوبش آمده. دوست عزیز اگر ویدیو خوشتون آمد لایک و سابسکرایب فراموش نکنین و تشکری خاص از همه عزیزایی که ویدیوهای من میبینن، من حمایت میکنن و عزیزایی که تازه از چینل میشن اونا رو خوش آمدید میگویم. این بود ویدیو امروزی ما. امید که مورد پسند همه شما قرار بگیره. تا ویدیو بعدی خداوند یار و مددگار همه ایتان.